بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. خب خدا رو شکر توفیق داریم که مذاکره خودمون رو راجع به سوره مبارکه اسراء ادامه بدیم. به آیه 45 رسیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هنگامی که قرآن قرائت میکنی بین تو و کسانی که ایمان به آخرت ندارند حجاب مستوری را قرار میدیم. حالا من این مستورن رو توضیح میدم انشاءالله و دو قولی که راجبش هست. فعلا میگم مستور، همین خودم کلمه مستور رو میگم تا بعد معناش رو توضیح بدم. گفته شده که آیه شأن نزولش مربوط به گروهی از مشرکان هست که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شب تلاوت قرآن می‌کردند و در کنار خانه کعبه نماز می‌خوندند، اینا پیغمبر رو آزار می‌دادند. به جای اینکه به قرآن گوش بدن یا لااقل کاری نداشته باشن، بدتر می‌کردن. سنگ می‌زدند، آزار می‌دادند، نمی‌ذاشتن به کسی دیگری، سعی می‌کردن مانع بشن به کسی دیگری نرسه دعوت پیامبر. خلاصه در اونجا ساکت بشه، تمام بشه و خداوند متعال کاری کرد که در واقع اینها نتونن دیگه پیغمبر رو آزار بدن. آیت الله مکارم میفهمن که شاید از طریق یک رعب و وحشتی که در دلشون ایجاد شد. حالا این به عنوان شأن نزول گفته شده. اون مقداری که از خود آیه به دست میاد اینه که کسانی که ایمان به آخرت ندارند، خیلی مهمه، میفهمد ایمان به آخرت ندارند، یعنی ایمان به آخرت حد نصاب ورود به عالم ایمان هست. بعدش هم جالبه که چند آیه که میگذره وارد بحث معاد میشیم. خداوند در خیلی جاها مسئله ایمان آخرت، یاد مرگ و اینها رو ذکر میکنه. مثلا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله. اگه بخوای از اسوه پیغمبر استفاده کنی، ایمان به خدا باید داشته باشه و باید یوم آخر و روز قیامت رو هم باید بهش عقیده داشته باشه و یاد زیاد بکنه، یاد خدا رو. نفرمود یرجو الله فقط، فرمود یرجو الله و یوم آخر. یا در اون آیه بعد از آیه نور فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکا، بعد یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. یعنی اون راز و رمز موفقیت اینها برای اینکه همیشه بتونن خدا رو یاد کنن و هیچ چیز اونها رو غافل نکنه اینه که یخافون یوما، می ترسن از روزی که چشم ها و دل ها متحول میشه. پس خیلی مسئله
ایمان به آخرت مهم. اینا مشرک بودن، بنابراین یه جورایی اعتقاد به خدا داشتن ولی اعتقاد مشرکانه به خدا داشتن. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. پس توحید مشکل داشتن، اصل خدا رو مشکل نداشتن، اما روی معاد خیلی مشکل داشتن، لذا براشون سخت بود که باور کنن که انسان بعد از اینکه مثلا استخونهاش پوسیده شد دوباره محشور میشه. البته شاید این سختی و این استبعاد فقط هم به خاطر خود اصل مسئله نبود، بلکه به خاطر این بود که میخواستن که از تبعاتش فرار بکنن. یرید الانسان لیفجر امامه، این که میگه ایان یوم یسأل ایان یوم القیامه، این ممکنه به خاطر این باشه که میخواد جلوش هیچ مانعی نباشه. بر تقدیر روی مسئله معاد اینا مشکل داشتن. خب حالا اون شأن نزول این بود که خداوند یه جوری کرد که اینها نتونن خلاصه تمرکز کنن و پیغمبر رو براش اذیت و آزار رو اینها درست کنن. حالا اون چیزی که از خود آیه فهمیده اینه، فهمیده اینه که وقتی که تو قرآن تلاوت میکنی، قرائت میکنی، اذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، بین تو و این کسانی که ایمان به آخرت ندارن یه حجابی ما قرار میدیم. حجابی نه از نوع یک پرده مثلا کشیده بشه، یه پارتیشنی گذاشته بشه، دیواری کشیده بشه فیزیکی. حجابن مستورا، این مادی نیست، این یک حجابی است که خود حجاب پنهان نامرئیه. رجید این نمیشه مثلا با انگوش اشاره کنیم بگیم این حجابه، ببینیم جنسش چیه، زخامتش چیه. نه، به لحاظ ظاهری هیچ چیزی نبود بین اونها و پیغمبر، به لحاظ معنوی و روحانی حجاب بود، حجاباً مستورا. بعضی از بزرگان اومدن اینجا گفتن که مستور به معنای ساتره، گفتن گاهی مفعول به معنای فاعل هم به کار رفته، به جای اینکه اسم مفعول باشه فاعله، گفتن یعنی حجاباً ساترا، چون حجاب یعنی چیزی که ستر میکنه، پوشش میده. ولی من فکر میکنم ما همون معنای خود اولیش رو بگیریم بهتره، یعنی حجاب نامرئی، حجابی که شما با چشمان و ابزارهای مادی نمیتونید ببینید. رضا اگه به اینها میگفتی بین شما و پیغمبر حجابی هست، میگفتن نه هیچ حجابی نیست، ما میبینیم مثلا پیغمبر رو. ولی چیزی که هست اینه که غافل میشدن از پیغمبر و نمیتونستن تمرکز کنند، بخوان اذیت کنن. خب حالا این یه بحثه. یه بحث دیگه هم اینه که اصلا یه مشکلی هم پیدا کرده بودن، حالا خدا این رو به خودش نسبت میده از باب توحید افعال. اینو بارها گفتیم که اینکه خداوند به خودش نسبت میده، میفرماد که مثلا جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهو، نه اینکه یعنی اونا بی تقصیر بودن، آدم های بی گناه و خلاصه خوبی بودن، خداوند اومد یک سنگینی در گوشاشون ایجاد کرد و یک خلاصه مانعی در دلهاشون گذاشت و اینا. نه، از باب توحید افعالی است که خدا به خودش نسبت میده، و الا اینا همه کار خودشونه. همون حجاب مستور هم خیلی فرمودن که مثلا به خاطر رذایل اخلاقی خودشونه، یعنی اصلا از پیغمبر غافل می شدن، خب ضرر نمی تونستن بزنن ولی اصلا استفاده هم نمی کردن به خاطر گناهان خودشون و به خاطر عدم ایمان به آخرت. پس و جعلنا علا قلوبهم اکنتن ان یفقهو، ما به خاطر مجازاتشون از باب پیامد کفرشون، عدم ایمانشون،
در دلهای اینها یک پوشش هایی قرار دادیم، پردهی پوششی افتاده روی دلشون، این نور نمیرسه به اون دل، و در گوشاشون هم سنگینه، حرف حق به گوششون نمیرسه. چطور یک کسی سنگینی فیزیکی اگه داشته باشه، افراد که صحبت میکنن متوجه نمیشه، باید داد بزنن تا متوجه شه، یا دستگاهی باشه که بتونه متوجه شه. حالا اون طبیعیه، دست خودش هم نیست، هیچ اشکالی نداره، کسی که کور طبیعیه اشکالی نداره، خیلی هم ممکنه بنده مقرب خدا باشه. اما این چیزایی که روحانیه، اینا دست خدا آدمه، این سنگینی گوش روحانی یا کوری چشم روحانی، خب این دست خدا آدمه. بنابراین جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهو، یه پوشش هایی هست که مانع از فقاهت میشه، درک عمیق میشه، ممکنه یه چیزای سطحی متوجه بشن، نمیفهمن، به دلشون نمیرسه نورانیه، و در گوشهاشون هم سنگینی قرار میدیم. البته عرض کردم این مجازات کفر و خودشونه، کارهای خودشونه. و بعد وقتی که خدا را با تأکید بر توحید یاد میکنی، اصلا اینا فرار میکنن. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو على ادبارهم نفورا، وقتی که پروردگارات را در قرآن به تنهایی یاد میکنی. یعنی چی پروردگارات را به تنهایی یاد میکنی؟ خب ما تو قرآن که آیه‌ای نداریم که فقط بگیم الله الله الله، منظور اینه که یعنی توحید را در قرآن مطرح میکنی، خدای واحد را در قرآن مطرح میکنی، الله الذي لا اله الا هو را مطرح میکنی، قل هو الله احد را مطرح میکنی. اینها جذب که نمیشن هیچی، فهمم که نمیکنن هیچی، اصلا متنفر میشن، مثل کسی که در تاریکی بوده، چشماش به تاریکی عادت کرده، نور که میاد اصلا عصبانی میشه و اگه بتونه از اونجا در میره. ولو علا ادبارهم نفورا، پشت سر خودشون میرن، یعنی به سمت این نور و توحید و معرفت نمیان، عقب عقب میرن که دور بشن دیگه. ولو علا ادبارهم نفورا، لذا بعضی از اینها اگر قبل از همون آمدن اسلام و قرآن مرده بودن به نفعشون بود، لااقل این حالت ترد و نفور را نداشتن. گاهی انسان وقتی یک فرصت حقی براش ایجاد میشه، یه انسان حقی، یک کلام حقی، یک موعظه‌ای، یک معجزه‌ای را میبینه، اگر استفاده نکنه خیلی اسوأ حالاً میشه، وضعش بدتر از اون میشه کسی که اینها براش اتفاق نیفتاده. وقتی که حواریون حضرت عیسی از حضرت عیسی خواستن که از خدا بخوا که برای ما مائده ای از آسمان بفرسته، خب حضرت عیسی دعا کرد و خداوند فرمود که انی منزلها علیکم، باشه من میفرستم، اما من یکفر بعدو فانی اعذبو عذابا لا اعذبو احدا، اگر این معجزه آمد، این مائده آسمانی جلوی چشم شما اومد و ازش هم خوردید، نه فقط دیدید، اصلا خوردید، مزهش و بوش و احساس کردید، بعد بخواید کفر کسی ببرزه یا ناسپاسی بکنه، خب این دیگه عذابی میشه که هیچ کسی نمیشه، چون این دیگه معجزه رو اینجور براش فراهم کردن. پس اینا اصلا بعضشون بدتر میشه، لذا فرمود که ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، براشون خسارت بیشتر ایجاد میشه. بعد میفرماد که
نحن اعلم بما یستمعون به. میفرماد که ما آگاه تر هستیم به آنچه که گوش میدند وقتی که به تو گوش میدند. و اذ هم نجوا، و هنگامی که با همدیگه نجوا میکنند، در گوشی صحبت میکنند. یعنی گاهی اوقات به پیغمبر گوش میدادند، گاهی اوقات در گوشی هم صحبت میکردند و همدیگر رو خلاصه از تأثیر پذیرفتن باز میداشتند. به جای اینکه مثلا گوش بدن، اولا نجوا میکنن، بعد حالا نجوا هم نمیکنن که مثلا فرض کن بگه خب حالا اینجا منظور چی بود، یه سوال استفهامی بکنه، یا مثلا بگه آقا این چه مطلب خوبی بود. نه، نجوا میکنن، بگه آقا این گوش نده، این سحره، این نمیدونم جادوه، این چی چیه چی چیه. یعنی نجواهاشون از روی حق پذیری نبود، از روی این بود که میخواستن از زیر بار حق در برن. لذا میفرماید که ما آگاه تریم، داناتریم که چی رو گوش میدن، یا به تعبیر آیت الله مشکینی به چه منظوری گوش میدند. گرچه به ما یستم اون به خودش مستقیما معنای به چه منظوری نداره، معنای اصلیش اینه که ما آگاه تریم که به چه چیزی گوش میدن. به ما یستمعون به، ولی خب اونم گفته شده در المیزان، داره آیت الله مشکینی هم گفته که یعنی به چه غرضی گوش میدن. ممکنه چون بهی هم تکرار شده بگیم یعنی در واقع لما یستمعون، چرا گوش میدن. موقعی که گوش میدن از یستمعون الیک، پس ما میدونیم به چی گوش میدن، کجای حرفت رو گوش میدن، چقدر گوش میدن، یا یعنی اینکه چرا، غرضشون چیه. و اذ هم نجوا، و همینطور ما آگاه هستیم وقتی که اینا در حال نجوا هستند. اذ هم نجوا خیلی قشنگه که اذ هم نجوا، یعنی اصلا دارن با هم دیگه در گوشی صحبت، انقدر در گوشی صحبت میکنن که اصلا میگه اینا نه نجوا هستن. اذ یقول الظالمون، موقعی که این ظالمین به خودشون، ظالمین به همدیگه، هم خودشون ظلم میکنن، هم مانع میشه که اون طرف دیگر هم که دارن باش در گوشی صحبت میکنن گوش بده بفهمه، هم شاید ظالمه، مثلا ظلمه به معنای عام در مقابل حقیقت ایستاده، هم اینا میگن که ان تتبعون الا رجلا مسحورا. میگن که شما جز از کسی که سحر شده تبعیت نمی کنید. یعنی در واقع معلوم میشه که مثلا اینا به کسانی که یه مقدار میخواستن تبعیت کنن یا تبعیت میکردند این حرفو میزدن. اگه یه کسی اصلا خودش گوش نمی کرد و مسخره بازی در میورد و نمیدونم رد میکرد و اینها که خب هیچ. اگه یه کسی میخواست تبعیت بکنه گفتن که شما دارید از کسی تبعیت میکنید که سحر شده. اینها معلوم میشه که حرفای مختلفی داشتن. گاهی میگفتن پیغمبر ساحره، یعنی خودش سحر میکنه، آگاهانه سحر میکنه. گاهی میگفتن این مسحوره، یعنی سحر شده، مثل اینکه وقتی میگفتن مجنونه، یعنی تحت کنترل یه کسی دیگه است، یه موجود خلاصه قوی تری از انسان، یا یک موجودات جنی، خلاصه موجودات دیگری این رو تحت کنترل قرار دادن و از طریق او حرفای عجیب غریبی میزنن که برای ما شگفته، برای ما عجیبه. ان تتبعون الا رجلا مسحورا. بعد میفرماد که انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
در تفسیر نمونه آیت الله مکارم دارن که در باب شأن نزول آیه 48 که ابن عباس میگه ابو سفیان، ابو جهل و اینها و افراد دیگه می آمدن گاهی پیش پیغمبر گوش می کردن. بعد یکیشون گفت که اصلا من نمی فهمم این چی میگه. حالا یا واقعا اینقدر حجاب بود یا دروغ می گفت، اصلا من نمی فهم اصلا چی میگه. او پیامبر که به لسان عربی مبین صحبت می کرد، من فقط می بینم لبهاش تکون می خواد. ابو سفیان میگفت که نه، من فکر کنم بعضی از سخنانش حق. ابو جهل گفت که او نعوذ بالله دیوانه است. ابو لهب گفت کاهنه، جادوگره. یکی گفت شاعره. خلاصه تعابیر مختلفی به کار بردن. میفهمند که این انظر کیف ضربوا لك الامثال اشاره به این تعابیر مختلفی است که نسبت به پیغمبر به کار می بردن. بنگر که چگونه برای تو مثلها زدند. شاعر گفتن، ساحر گفتن، کاهن گفتن، معلم گفتن، مجنون گفتن، مسحور گفتن، حرفای مختلف. فضلو، بعد گمراه شدن، به حقیقت نرسیدن، به جای اینکه یه مثلی بزنن که حقیقت روشه. خداوند متعال در قرآن مثل میزنه، یضرب الله کذلک یضرب الله الامثال. این مثل ها معرفت درست میکنه، مطالب عمیق را ملموس میکنه، تقریب به ذهن میکنه، خیلی فایده داره. لذا در قرآن ما زیاد مثل داریم، اما اینا مثل هایی میزدن برای جلوگیری از فهم و معرفت، و لذا خودشون هم دوباره گمراه میشه. این مثلا چیمونه، مثلا گاهی کسی دروغ میگه، بعد خودش هم دروغ خودش رو قبول میکنه. میگن که ملا نصرالدین یه موقع رفته بود یه جایی نورایی چیزی مثلا دید که خیلی صفه شلوغه، گفت آقا فلان خونه کوچه دوتا کوچه برتر غذای نظری میدن، خواست اینطوری مردم برن اونجا. خلاصه مردم رفتن و به خلوت شد و اینم نونشو گرفت و بعد دید مردم نیومدن، کسی بر نگشت، نکنه واقعا غذای نظری میدن. خودش هم رفت ببینه نکنه غذای نظری میدن، بره بگیره. یعنی گاهی انسان دروغ خودش یا هم فکری های خودش باورش بیشه. خیلی وقتا مثلا این ستمگرها و حالا کسانی که خلاصه دنبال حقیقت نیستن، گول تبلیغات خودشون رو هم میخورن. یعنی اون حرفای خودشون رو که هی تکرار میکنن در رسانه های خودشون، مطبوعات خودشون، خودشون هم باورشون میشه. یکی از چیزای عجیب دروغه که انسان گاهی خودش هم گول میزنه ناخودآگاه. خلاصه اینها با همین کارشون فضلو، گمراه شدن، گمراه بودن، گمراه تر شدن در واقع. فلا یستطیعون السبیلا، هیچ راهی پیدا نمی کنن. یعنی یه گمراه عمیقی شدن. یه موقع یه کسی گمراهه ولی خب دوتا سوالی میکنه راه رو پیدا میکنه، اما یه کسی اصلا خودش نمیخواد تو مسیر بره، اون آدمی هم که راه رو بلده ازش سوال میکنه، زدش عمل میکنه، این چجوری میخواد راه رو پیدا کنه؟ این تازه دیگران رو هم میخواد گمراه کنه. لا یستطیعون السبیل، معلومه این زلالت فضلو غیر از فضلو قبل از دریافت وحی و این هاست. یه دو گمراه بودن، اما وقتی که پیغمبر آمد صحبت کرد قبول کردن. اما اینایی که ضربوا لك الامثال، اینا ضلوا، یه زلالت خیلی عجیبی است، یه زلالت عمیقی است که اصلا با راه و راهنما همه چی مشکل دارن. فلا یستطیعون سبیلا، اصلا نمیتونن اینها در واقع
راه رو چیکار کنن؟ پیدا کنن راه حق رو. و قالو، خب از اینجا ما وارد بحث معاد میشیم و اونم معاد جسمانی. معلوم میشه که مشخص بوده که معاد جسمانی است. اگه معاد جسمانی نبود اینا این سوال رو نمی‌باس میکردن. حالا اگرم میکردن میگفتن آقا بابا کی گفته که باید استخونها دوباره جمع بشه، انسان بدنش دوباره درست بشه؟ ما که معاد جسمانی نگفتیم. خیلی راحت میشه جوابشون رو داد به این شکل، اصلا مسئله رو صورت مسئله رو منتفی کرد. ولی هیچ جا نمیگه که نه کی گفته باید استخونها جمع بشه، نمیدونم سر انگوشت ها چی بشه، گوشت ها مثلا دوباره روی این استخونها بیاد اینا. اینجا هیچ وقت نگفته که کی گفته، بلکه برعکس میگه بله میشه میشه. پس ببینید معلوم شه معاد جسمانی اصلا مسلم بوده، مفروغان عنه بوده. و قالو اذا کنا عظاما و رفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا. گفتن آیا وقتی که ما استخوان بشیم و یک سری اعضای پوسیده، یعنی از بدنمون یه جسد یه خوده یه مشتی استخون و مثلا چیز پوسیده چیزی نمونه، آیا ما مبعوث میشیم خلقا جدیدا؟ یعنی نه فقط همین استخون پوسیده ها رو بیارن، دوباره ما احیا میشیم و به شکل یک انسانی که اصلا انگار الان تازه تازه به دنیا اومده، منتها خب اونم در سن رشد دیگه، نه مثل نوزاد. تصور کنید اگر ما مثلا 40 سالمون باشه 30 سالمون باشه ولی تازه درست شده باشیم، دیدین بچه چه پوست لطیفی داره، چه بوی خوبی داره، چه نرمه، خلق جدید دیگه. حالا اگه انسان اینجوری در همون سنی که باید خلاصه محشور باشه، که سن به هر حال حداقلش اینه که باید سن رشدی باشه دیگه، نمیگیم حالا مثلا دقیقاً به همون سنی که فوت کرده، مثلا اگه 90 سالش بوده 100 سالش بوده به همون سن، ولی بالاخره سن رشدی باید چیز کرده باشه، محشور بشه و جدید باشه، تازه باشه، فرش باشه. قالوا اذا كنا عظاما و رفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا. این پس در واقع یک سوال، در واقع یه نوع استفهام انکاریه، یعنی میخوان بگن نمیشه. فقط سوال نیست دا، یعنی سوال است، میگیم استفهام انکاری، این نمیشه بابا، چجوری میشه این کار بشه؟ چطور میشه وقتی ما استخوان پوسیده ای شدیم دوباره خلق جدیدی بشیم؟ میفهمد قل کونو حجارتن او حدیدا. میفهمد بهشون بگو میخواید سنگ باشید یا آهن، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا هر خلق دیگه، هر آفریده دیگری که در سینه شما، یعنی در اون ذهنتون، حالا سینه شما این در دلتون، در فکر و دلتون خیلی بزرگه، مثلا از دیگه از سنگ و آهن هم مثلا فولاد باشه. خب باز هم خداوند میتونه چیکار کنه؟ در او حیات بدمد. از استخوان که هیچ، اصلا سنگ بشید، آهن بشید، محکمتر از اون بشید، باز هم خداوند میتونه. این در واقع جزاش و قسمت دومی ذکر نشده. یعنی بله خلق جدید مبعوث میشید، ولی که حجارت حجاره باشید یا حدید باشید یا خلقا به ما یک بار فیسود رو کن. این یه مطلب. مطلب دوم،
میگن خب کی میخواد این کارو بکنه؟ فسیقولون من یعیدونا، برفرض که این چیز امکان ذاتیشو داشته باشه، محال نباشه، خب کی میخواد این کارو بکنه؟ فاعلش کیه؟ من یعیدونا، کی میخواد ما رو اعاده کنه، عودت بده، یعنی برگردونه؟ قل الذی فطرکم اول مره، همون کسی که شما رو دفعه اول خلق کرده. فطره یعنی خلق کرده دیگه، چرا دنبال چیز دیگری، فرد دیگری میگردید؟ چرا جوری برخورد میکنید که انگار اولین بار قرار خلقتی صورت بگیره؟ خب همون کسی که دفعه اول، شما مشکلتون با دفعه اوله یا با معاده؟ کلامتون رو بردید روی معاد، میگید کی من یعیدونا؟ معاد که خب از دفعه اول که سخت‌تر نیست که. قل الذی فطرکم اول مره، همون کسی که دفعه اول شما رو ایجاد کرده، اون اعاده میکنه شما رو. فسینغضون الیک رؤوسهم، سرهاشون را چکار میکنن؟ سین برای معمولا مستقبل قریبه، مثلا میشه آینده نزدیک فورا. اینها سرهاشون را به سمت تو حرکت میدن و میگولون متا، حالا میگن کی. پس اول این بود که اصل مسئله ممکنه یا نه، دو کی این کار را میکنه، سه کی متا هو، کی هست این معاد، این بس، این چه موقع اتفاق میفته. میفرماد که قل عسى ان یکون قریبا، بگو شاید نزدیک باشه، شاید نزدیک باشه. خیلی ظریفه، نمیفرماد که حتما نزدیکه یا حتما دوره، فرماد شاید نزدیک باشه. این شاید نزدیک باشه ممکنه منظور این باشه که تا پایان عمر دنیا ما نمیدونیم چقدره، ممکنه خیلی نباشه، یا تا مرگ شما ممکنه خیلی، چون مرگ وقتی میگن کسی که بمیره قامت قیامتو، در واقع اول تجربه ما برای عالم آخرت با مردنمون دیگه، گرچه وارد برزخ میشیم هنوز یوم القیامه نیست، اما یه نوع قیامت شخصی برای ما برقرار میشه، نه قیامت همگانی. و مرگم خیلی نزدیکه، حالا 100 سال عمر کنه انسان باز زود میگذره، معلومه نیست، چون یه لحظه دیگه انسان میمیره، بعدم کلش نسبت به حیات ابدی خیلی کمه. و در مقابل خداوند متعالم که اصلا خیلی کمه، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. حالا من اونجا یه بحثی دارم، یه موقعی اگر فرصت شد عرض میکنم، که حالا من اون یه جور دیگه هم از بحث امام زمان و آخر الزمان میفهمم که در واقع شاید اصلا دوری و نزدیکی برای ما و خداوند فرق میکنه، یعنی خداوند راه کوتاه را میبینه، ما راه بلند رو میبینیم. یعنی از نظر خداوند ممکنه ما اگه درست عمل بکنیم به یک سال هم نکشه، یک ماه هم نکشه که امام زمان بیاد، ولی اگر راه بی راه بریم ممکنه هزاران سال هم طول بکشه. حالا اینم نمیخوام الان وارد بحث بشم. خلاصه میفرماد که خب حالا ممکنه غریب باشه، چی میخوام حالا به تعبیر بنده، حتی نیدم کسی اینجوری، شاید مثلا تعبیر من، خلاصه حالا چی میخواید بگید شما، حالا دوره یا نزدیکه، چی میخواید بگید؟ یعنی از این زمان چی میخواید بفهمید؟ میخواید مثلا بگید که فرض بفرمایید خب حالا کی گفته مثلا، یا حالا که هستیم ما، خب بابا این مگه عمر انسان چقدره؟
بعدم کی گفته اصلا شما قرار چقدر زندگی کنید؟ حد اکثر عمر انسان هم که داشته باشید خیلی کمه، بعد هم اصلا معلومه شما چقدر عمر میکنید. و خلاصه اصلا این بحث وقتی واقعیتی هست، حالا دور و نزدیک بودنش هم خیلی اثری نداره. شما وقتی میدونی که بالاخره باید این مسیر رو طی کنی، باید به لوازمش پایمند باشی. نمیشه بگی خب چون حالا یه مدتی طول میکشه پس ولش کن اصلا. پس اینا سه تا مسئله رو داشتن، سه تا سوال رو اینجا اشاره میفرماد. حالا ممکن سوالای دیگه هم داشته باشه، ولی سه تا سوال رو راجع به معاد جسمانی دارن. یک، اعذا کنا عظاما و رفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا. این آیا اصلا استخوان پوسیده که شدیم، اندامهای ما از بین رفت، دوباره یک خلق جدید تازه میشیم؟ دو، کی این کار رو میکنه؟ سه، کی این اتفاق میفته؟ بعد میفرماد که یوم یدعوکم فتستجیبون به حمده و تظنون الا بستم الا قلیلا. این اشاره خوبی و نزدیکی داره به همین سوال سوم، به کل مسئله مربوط قیامت و مرگ و اینها، ولی به خصوص بحث زمان، روزی که خداوند شما را میخواند و شما هم چیکار میکنید؟ تستجیبون به حمده. چون اونجا دیگه تکوینیه دیگه، دعوت خداوند تو دنیا رو ممکنه کسی دعوت های تشریع گوش نده. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. استجابت کنید خدا و رسولش را وقتی که دعوت میکند شما را برای اون چیزی که شما را احیا میکند. این دعوت به احیا را ممکنه کسی قبول کنه، یه کسی قبول نکنه، چون این احیای روحی و معنویه. اما دعوت برای احیاء قیامت را همه استجابت میکنن، نمیتونه، چون تکوینیه، کسی نمیتونه مخالفت کنه. یوم ید خیلی قشنگه اونجا میفرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اونجا پاسخ ها مختلف، اما اینجا یوم یدعوکم، یدعوکم برای چی؟ برای احیاء. و تستجیبون به حمده، همه استجابت میکنه همراه با حمد و ثنا. آدم خوب و آدم بد همه به لحاظ تکوینی روحشون در اختیار خداونده. و تظنون و فکر میکنید، اینجوری میاندیشید که الا بستم الا قلیلا، و میگید که ما خیلی کم درنگ داشتیم. حالا مثلا در برزخ منظور هست، یا بعضی مثلا سایت رو میشه گفتن در دنیا مثلا و در عالم برزخ. خلاصه خیلی حیات ما قبل از قیامت کمه، برزخش کمه دیگه، چه برسه به دنیاش. این لبستم الا قلیلا، خب وقتی که لبث قلیل باشه پس زمانی که میخواییم داشته باشیم قریب میشه، اون موعد ما نزدیک میشه. لبث قلیل با موعد قریب میسازه. پس معاد یک چیز دور از تصور و دور از ادراک و دور از دسترسی نیست، خیلی نزدیکه، خیلی سریع اتفاق میفته. شما الان ببینید یک مروری به عمر خودمون بکنیم چقدر سریع طی شد، خیلی سریع طی شد. حالا این سرعتی که ما تو دنیا احساس میکنیم در برزخ سرعتش خیلی بیشتره، ممکنه فکر کنیم که یه روز شده
الان لاغر بیشتر فکر میکنه تو برزخ سرعت خیلی بیشتره، چون انسان ممکنه در یه حالتی باشه که فعالیتاش کمتره، مثلا حالت خواب باشه، چون شاید سه دسته بشن انسان ها در برزخ، یه عده در تنعم باشن، یک عده در عذاب باشن، یه عده در حالت خواب باشن. اونایی که تو خوابن خیلی براشون دیگه کوتاه، مثل کلذی او کلذی مر علا قریت و هی خاویت علا عروشها قال انا یحیی الله هذه بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال کم لبست قال لبست یوما و بعض یوم. 100 سال مرده بود، گفت یه روز یا بعض روز بوده، یعنی یا مثلا فرض کنید من دوشنبه اومدم اینجا الان سه شنبه است، یا همون دوشنبه است تا بعد مثلا صبح بوده حالا شده بعد از ظهر، یعنی احتمالا حالت مثلا خورشید رو که نگاه کرده میفهمیده که خورشید یه چند ساعتی تغییر کرده نسبت به قبل از مردنش، مثلا صبح بوده الان شده بعد از ظهر، حالا میگه یا بعد از ظهر همون روزه یا فرداشه، اینجور که من میفهمم. قال لبست یوما او بعض یوم، اینقدر سریع، چون وقتی انسان در حالت خواب باشه و اینا خب براش خیلی سریع اتفاق، ممکن حالا انگیزه دلیل های دیگه هم داشته باشه، اصلا چون بعد زمانی گسترده زمان فرق میکنه، گاهی مثلا یه چیزی تو دنیا ممکنه خیلی طول بکشه، تو برزخ خیلی سریع. گاهی شما دیدید اینهایی که تجربه های بعد از مرگ دارن یا خواب هایی که میبینن، گاهی در چند ثانیه اتفاق افتاده در دنیا، ولی بعد اونقدر حوادث برای اونها اتفاق افتاده، برای ما که بیان میکنن خیلی طول میکشه. یعنی بعد زمان در همه عوالم به یک اندازه نیست، فهم کن، مثل نسبیت که بگیم همین نسبیت. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده و تظنون الا لبثتم الا قلیلا. بعد می فرماد که دیگه آخرین آیه باشه برای امروز، و قل عبادی یقول التی هی احسن. یکی از چیزهایی که شیطان دنبالش هست اینه که اختلاف درست کنه، این یک، چون شیطان دنبال چیه؟ دنبال امور منفیه. اختلاف یکی از مهمترین چیزهای منفیه، پس شیطان دنبال امور منفیه و لذا دنبال ایجاد اختلاف. دو، سه، یکی از چیزهایی که میتونه به صمیمیت یا اختلاف منجر بشه کلامه. ما انسان‌ها با کلام خیلی میتونیم صمیمیت پیدا کنیم یا زدگی ایجاد کنیم. اگه مثلا ما فقط بشینیم به هم دیگه نگاه کنیم، من ممکن آدم با نگاهش ایجاد صمیمیت یا زدگی کنه، ولی خیلی کمه. ولی با کلام ممکنه یه چیزی بگی که مثلا طرف رو تا ته دلش رو بسوزونی یا داغونش کنی، اعصابش رو خرد کنی، تحقیرش بکنی. ممکن که یک کلام باز بشه طرف دیگه اصلا نمیخواد ما رو تا آخر عمر ببینه. خلاصه شیطان دنبال امور منفیه، یکی از مهمترین چیزهای منفی اختلافه و یکی از مهمترین ابزارهای ایجاد اختلاف کلامه، کلام زشت ناپسند. دشمنی شیطان هم آشکاره. حالا خداوند متعال برای اینکه ما را در مقابل این مسئله ایمن بکنه می‌فرماید و قل عبادی یقول التی هی احسن، به بندگان من بگو، به خصوص بندگان من. حالا این بندگان هم کل انسان ها باشه، ممکنی بندگان خوب من، فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی. اون فتخلی فی عبادی منظور بنده به معنای خاصه،
نه اینکه همه ما بنده ایم. گاهی میگیم یا عباد الله، ای بندگان خدا، خب این معنی عامه. گاهی نه، منظورمون از عبد، عبد واقعی است. فتح الیفی عبادی، به بندگان من، که اینجا ممکن عام باشه یا بندگان حالا خوب، بگو که یقول التی احسن، اون چیزی را بگن که زیباترین باشه. قرآن یه جا میفرماد قولوا للناس حسنا، به مردم چیزی بگید که خوب و زیبا باشه. حسن یعنی خیلی که درش زیبایی باشه. اینجا میفرماد احسن بگید، بهترین، زیباترین. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. حتی مجادله هم که میکنید به زیباترین وجه باشه. یعنی از این کلام درست استفاده کنید که ابزاری بشه برای جذب، برای محبت، برای صمیمیت، نه اینکه این را تبدیل کنید به سلاحی شیطانی. یقول التی هی احسن، ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان میخواد بینشون رو به هم بزنه، شیطان میخواد دشمنی و اختلاف درست بکنه. از چه طریق؟ از راه‌های مختلف، سوء زن، امثال زالک، نام هست، ولی یکی از راهش همین کلامه. حرفی که زده میشه شیطان توش میخواد دخالت کنه. بعدم حالا یه کسی حرفی زد، شیطان میاد پدر ما رو در میاره که آقا این میدونی منظورش چی بود، این بود، این بود، این بود. یعنی هم حرفه رو شیطان توش تصرف میکنه، هم توی شنیدن ما و عکس العمل ما سعی میکنه هی احتمالات بد و برجسته بکنه. اصلا شاید بیچاره حواسش نبود، حالا اشتباهی که غفلت کرد، یا اصلا این معنای دیگه تو ذهنش بود. شیطان نه، بدترین حالت ها رو بخواد تو ذهن ما بیاره. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان دشمن آشکار انسانه، دشمن خدا هم هست، ولی در واقع دشمنی شیطان با خدا به خاطر انسانه، ولی با خدا که خود خدا که مشکلی نداشت، 6000 سال خدا رو عبادت کرد، و به خدا هم که نمیتونه ضربه بزنه، به انسان ضربه میزنه، به خدا که نمیتونه ضربه بزنه، بنابراین دشمن انسانه. در اون خداوند به حضرت آدم اینا هم فرمود که شیطان برای شما عدو و مبینه. اینجا فرمود کان الانسان عدو و مبینا. این عدو و مبین روی کلام خیلی سرمایه گذاری میکنه. لذا مؤمنین باید مراقب باشن، زیبا حرف بزنن، خوب حرف بزنن، با ادب، با محبت، و از چیزای جانبی هم استفاده کنن. حالا خود حرف با یه لبخندی باشه، از صورتش، از حرکات و چهره، دست، همه چی، بادی لنگویج، اون زبان بدن، همه چی حسن بیاد بیرون. حالا یه جاهای استثناء باشه اون یه بحثای دیگه است، ولی من اصل اولی رو داریم میگیم. گاهی اوقات میشه مثلا من خودم دقت میکنم، مثلا میبینم که مثلا ما خسته ایم، فرض کن مشکله، یه روز خوبی نیست برای ما مثلا، بعد حواسمون نیست، حالا یه کسی بنده خدا به ما چیز کرده، حواسمون نیست با این، خب این بیچاره که تقصیری نداره، نباید این بدی که من، حال بدی که امروز دارم اثر بذاره. یعنی با هر کسی شما باید فرش و تازه صحبت کنید و دیدار کنید. مثلا فرض کن 5 نفر الان زنگ زدن، سوالای بی خود کردن، مثلا میگم حرف بی خود، حالا نفر ششم بیچاره این چه گناهی کرده؟ خب شاید این بیچاره چیز اصلا ربطی به اونا نداره، اونا اعصاب منو خرد کردن، ولی من باید با این، با اعصاب آروم و با محبت برخورد بکنم. این خیلی مهمه. برای میفهمد بهترینم بگید، نه فقط خوب بگید، احسن باشه. انشاءالله خداوند به ما این توفیق را بده که هم نسبت به معاد
متذکر باشیم، هم این سخن گفتن احسن رو بتونیم انشاءالله همیشه رعایت بکنیم. ما آیه 53 را الحمدلله مختصری بحث کردیم، در واقع بحث ما مختصر کلا. انشاءالله جلسه آینده از آیه 54 شروع میکنیم. الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون، خدا خیرتون بده. سلام عبد. صدا ضعیف، ببخشید. تشکر می‌کنم استاد. سلام عبد. بشه بچون مشکل شده برای این بنده شما خواهی میکنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خدا شما رو حفظ کنه. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا حفظ.